سیستم سوخت رسانی کاربراتوری مدار بسته CLC Closed Loop Carburetor، اولین موتور احتراقی در سال 1860 میلادی به وسیله یک نفر بلژیکی به نام اتین لونوار ساخته شد. در بین سالهای 1860 تا 1970 میلادی در اروپا تجارب مختلفی به وسیله چند تن از مهندسین تحقق یافت. یکی از این تجربه ها ساختن یک موتور 4 سیلندر و نصب آن بر روی یک گاری کوچک بود که توسط شخصی به نام زیگفراید مارکوس در سال 1874 میلادی در شهر وین انجام گرفت. نمونه بارز و عملی موتور احتراق داخلی در سال 1876 میلادی به وسیله یک نفر مهندس آلمانی به نام نیکولاس اوتو با موفقیت ساخته شد. اولین موتور مجهز به کاربراتور توسط گاتلیب دایلر و کارول بنز ساخته شد که کاربراتور آن را مایباخ طراحی نموده بود. افزایش تولید اتومبیل باعث شد که سازندگان به فکر رقابت برای فروش بیشتر محصولاتشان بیفتند و همین امر منجر به پیشرفت همه جانبه اتومبیل شده و سازندگان فناوری های مختلفی را در تولیداتشان به کار گرفتند تا این فناوری های جدید از یک سو برای مصرف کنندگان دارای جذابیت بوده و از سوی دیگر از طرف تعمیرکاران با مقاومت هایی همراه می شد، چرا که هر تغییری باعث پیچیدگی بیشتر کار آنان می گشت. اما از آنجایی که نمی توان در مقابل رشد و پیشرفت مقاومت کرد، چاره ای نیست جز همسو و هماهنگ شدن با آخرین دستاوردها، آن هم با راهکار آموزش. کاربراتور. وظیفه کاربراتور در ساده ترین تعریف آن عبارت است از مخلوط کردن سوخت و هوا به نسبت 1:15، یعنی یک قسمت وزنی سوخت و 15 قسمت وزنی هوا. این ترکیب در کاربراتور به صورت پودر در آمده و به پشت سوپاپ گاز ارسال می شود تا در زمان تنفس وارد محفظه سیلندر گردد. عمل پودر کردن سوخت در کاربراتورها به دو روش صورت می‌گیرد: گرم کردن گاز، افشاندن سوخت در خلاء. از گرم کردن سوخت در مانیفولد هوا برای تغییر نکردن سوخت از حالت بخار به حالت مایع استفاده می‌شود. برای همین در اینجا فقط راجع به افشاندن سوخت در خلاء صحبت می‌کنیم. هوایی که محیط کره زمین را احاطه نموده در سطح دریا دارای فشار معادل 1 اتمسفر است. هوای تحت فشار تمایل دارد به منطقه کم فشار نفوذ نموده و آن را اشغال نماید. فشار وارد بر سطح مایعات مانع از تبخیر سطحی سریع آن می‌شود. هرگاه بتوان فشار روی مایع را کاهش داد، سرعت بخار شدن آن افزایش می‌یابد. روش تبخیر سوخت رایج‌ترین عملی است که در کاربراتورها مورد استفاده واقع می‌شود. در کاربراتورها از خلاء برای کشیدن سوخت از پیاله بنزین و نیز برای تبدیل آن به گاز استفاده می‌کنند. وقتی پیستون به سرعت در سیلندر پایین می رود، حجم سیلندر به طور ناگهانی افزایش یافته و فشار بالای پیستون کمتر از فشار جذب می شود و همین باعث ایجاد خلأ و پر شدن فضای سیلندر
توسط مخلوط بنزین و هوا می گردد. نحوه عمل کرده کاربراتور. طبق فرمول برنولی پی به علاوه 1/2 رو وی به توان 2 مساوی است با مقدار ثابت. در یک لوله افقی با قطر ثابت فشار و سرعت یک مایع در طول لوله یکسان است، اما اگر در یک نقطه دارای قطر کمتری باشد، طبق قانون بقای انرژی سرعت سیال در آن نقطه افزایش می‌یابد. این قطر کمتر را در کاربراتورها اصطلاحاً ونتوری می‌گویند. وظیفه ونتوری کاربراتور سرعت دادن به هوا و کاستن از فشار ونتوری است. در این محل که فشار هوا کمتر از فشار جو است، دو عمل صورت می‌گیرد. به علت اختلاف فشار، سوخت از پیاله به کاربراتور جریان پیدا می‌کند. در منطقه ونتوری، فشار از روی مولکول‌ها برداشته شده و مولکول‌ها به صورت گاز در می‌آیند. آنچه گفته شد، اساس کار کاربراتور به صورت خیلی ساده بود، اما برای آنکه عمل سوخت رسانی در همه شرایط به خوبی انجام شود، کاربراتور را به مدارات مجهز می کنند. 1. مدار شناور. 2. مدار دور آرام. 3. مدار واسطه. 4. مدار اصلی دهانه اول. 5. مدار انتقال دهانه دوم. 6. مدار اصلی دهانه دوم. 7. مدار قدرت. 8. مدار شتاب دهنده. مدار شناور چیست؟ پمپ بنزین سوخت مورد نیاز موتور را به وسیله لوله لاستیکی به لوله ورودی کاربراتور با فشار و شدت مناسبی ارسال می‌دارد. سوخت خروجی پمپ پس از داخل شدن به لوله ورودی کاربراتور، سوپاپ سوزنی متصل به شناور را باز نموده و به پیاله کاربراتور می‌ریزد. وقتی پیاله بنزین به اندازه لازم از سوخت پر شود، شناور آن بالا آمده و سوپاپ سوزنی متصل به آن در تکیگاه خود قرار گرفته و راه عبور سوخت به پیاله را مسدود می کند. مدار دور آرام. در این حالت سوخت از ژیگلور اصلی دهانه اول به ژیگلور دور آرام رسیده و با مخلوط شدن هوا از ژیگلور هوای دور آرام به دریچه سوپاپ برقی می رسد. وقتی سویچ جرقه باز شود، سوپاپ برقی مدار دور آرام باز شده و مخلوط سوخت و هوا تا زیر دریچه گاز ارسال می گردد. مدار واسطه. مداری است که بین دور آرام و مدار اصلی فعالیت دارد تا موتور دچار سکته نشود. مدار اصلی دهانه اول. وقتی به پدال گاز فشار وارد می شود، سرعت هوای عبوری از ونتوری زیاد می شود و اختلاف فشار بین ونتوری و پیاله باعث تخلیه بنزین می شود. در این حالت مدار ژیگلور اصلی سوخت بنزین مورد نیاز را تغذیه می کند. مدار انتقال دهانه دوم. وقتی پدال گاز بیشتر فشرده شود و سرعت خود را به 80 کیلومتر در ساعت برسد، ابتدا با دامک دریچه دوم را کمی باز می کند و با باز شدن آن مدار انتقال دهانه دوم فعال می گردد.
در این مدار سوخت از ژیگلور اصلی به ژیگلور سوخت انتقال رسیده و سپس با هوای مدار انتقال ترکیب شده و زیر دریچه گاز که کمی باز شده تخلیه می شود. مدار اصلی دهانه دوم. وقتی دور موتور با سوخت مدار اصلی دهانه اول و سوخت مدار انتقال دهانه دوم بالا رفت، خلأ موتور آنقدر زیاد می شود که دیافراگم باز کننده دریچه گاز دهانه دوم را حرکت می دهد و اهرم دیافراگم دریچه گاز را باز می کند. این حالت در سرعت های بالای 80 کیلومتر در ساعت اتفاق می افتد. مدار قدرت. این مدار در حالت زیر بار فعال می گردد. در حالت عادی مکش موتور به اتاقک بالای پیستون خلا تأثیر نموده و پیستون را به بالا می کشند. در حالت زیر بار به علت افت خلا فنر پیستون را به پایین حرکت داده و دسته آن پین ژیگلور قدرت را باز می کند و سوخت اضافی به مدار ارسال می شود. این مدار در سیستم CLC بسته است. مدار شتاب دهنده. این مدار در حالت شتابگیری فعال می شود. در مدار دو سپاپ وجود دارد که یکی سپاپ ورودی و دیگری سپاپ خروجی است. در حالت شتابگیری سپاپ ورودی باز شده و سیلندر پمپ شتاب پر از بنزین می شود. هنگام فشردن ناگهانی پدال گاز سپاپ ورودی بسته و سپاپ خروجی باز شده و بنزین در لوله کاربراتور تخلیه می شود. مقادیر ژیگلورها در پراید معمولی PK، پراید CLC، حال که با طرز کار کاربراتورها در خودروهای بنزینی آشنا شدید، بد نیست اطلاعاتی نیز از آلاینده های خروجی اگزوز وسایلی که از این نوع کاربراتورها استفاده می کنند داشته باشید. در خودروهای کاربراتوری، هیدروکربن و اکسیدهای ازوت و مونوکسید کربن HC به علاوه NOX مساوی است با 3.18. مقدار CO مساوی است با 9.07. همونطوری که مشاهده کردید، آلاینده های خروجی کاربراتورهای معمولی درصد بسیار بالایی نسبت به استانداردهای توصیه شده است. استانداردی که برای خروجی اگزوز وسایل بنزینی در جهان تدوین و به اجرا در آمده است یورو 1، یورو 2 و یورو 3 است. در جدول فوق مقایسه‌ای بین میزان خروجی اگزوز
در استانداردهای فوق خروجی ایزوز پراید با موتور کاربراتوری را داریم. با یک بررسی کلی متوجه می شوید که میزان آلاینده های خروجی پراید از حد بسیار بالایی نسبت به استانداردهای فوق است. بر همین اساس سازمان حفاظت از محیط زیست خودروسازان را موظف به رعایت استانداردهای یورو 1 و یورو 2 نموده است. در همین راستا شرکت مگا موتور تصمیم به تغییر در طراحی موتور پراید برای رسیدن به استانداردهای فوق را نمود. دو راه برای رسیدن به این مهم وجود داشت. یک، انژکتوری کردن موتورها. دو، استفاده از CLC. عملاً انژکتوری کردن موتورها در زمان کوتاه ممکن نبود. لذا شرکت راه دوم را انتخاب کرد و شروع به تولید موتورهای کاربراتوری مدار بسته CLC نمود. CLC چیست؟ CLC نوعی کاربراتور مدار بسته است که در معنای لغوی عبارت است از Close Loop Carburetor. کاربراتور مدار بسته سیستمی است که سوخت کاربراتور را با هوای مورد نیاز مخلوط نموده و فرایند احتراق را بدون خطر می کند. در واقع CLC باعث ایجاد احتراق کامل در موتور می شود که در نتیجه آن تمام اتم های C به CO2 و H به H2O تبدیل می گردد و این احتراق را با نسبت صحیح شیمیایی یا استوکیومتریک گویند که در آن لاندا برابر 1 است. در اینجا با توجه به اهمیت لاندا کمی به آن می پردازیم. لاندا عبارت است از مقدار هوای مصرفی موتور بر مقدار هوای مورد نیاز برای احتراق کامل. اگر لاندا برابر 1 باشد، احتراق در خودرو کامل بوده و میزان آلاینده های خروجی اگزوز در حد نرمال است. اگر لاندا کوچکتر از 1 باشد، سوخت موتور غلیظ است. اگر لاندا بزرگتر از 1 باشد، سوخت موتور رقیق است. در سیستم کاربراتورهای معمولی لاندا بین 0.9 تا 1.25 است. در کاربراتور CLC یکی از مواردی که به آن توجه می شود ثابت نگه داشتن لاندا برابر 1 است. اجزای تشکیل دهنده سیستم CLC: 1. واحد کنترل الکترونیک کنترل یونیت ECU. 2. موتور پله‌ای استپر موتور. 3. مبدل کاتالیست. 4. سنسور اکسیژن. 2 سنسور. 5. سنسور درجه حرارت آب CTS. 6. میکسر هوا Air Mixer. 7. لامپ میل. ECU چیست؟ 1. واحد الکترونیکی کوچک است که داخل آن دارای نرم‌افزارهای برنامه ریزی شده است. ECU اطلاعات مورد نیاز خود را از سنسور آب، سنسور اکسیژن و سیگنال کویل دریافت کرده و بعد از پردازش فرمان مورد نیاز را به موتور پله‌ای و لامپ ابیاب می‌دهد. سنسور اکسیژن چیست؟ سنسور اکسیژن همان سنسور لانداست که بر روی مانیفولد دود بسته می‌شود. این قطعه از دو نوع
با پوشش های اکسید سیرکونیوم و اکسید تیتانیوم ساخته می شود. این روکش ها به ضخامت 10 میکرون بر روی سطح سنسور قرار گرفته و مانند 2 الکترود باتری عمل می کنند. قسمت اصلی مانند لوله است که به یک طرف آن دود اگزوز و طرف دیگرش هوای جو تأثیر می کند. در دمای بین 250 درجه سانتیگراد تا 800 درجه سانتیگراد. وقتی دود خروجی حاصل از سوخت غنی باشد، اودوی موجود در هوا یونیزه شده و با 3 اودوهای موجود در دود در مجاورت اکسید سیرکونیوم به 3 اودو تبدیل می شود. بنابراین اکسیژن در لایه خارجی کاهش می یابد. برعکس در لایه داخلی که در معرض هوا قرار دارد اکسیژن فراوان است. بنابراین اتم های اکسیژن در کنار لایه داخلی یونیزه می شود و شارژ منفی ایجاد می کند. در اثر این اختلاف شارژ ولتاژی بین 0.3 تا 0.8 ولت نسبت به غنی بودن یا ضعیف بودن سوخت تولید می کند و برای ECU سیگنال می فرستد و ECU بر اساس همین سیگنال به موتور پله‌ای فرمان می دهد. میکسر چیست؟ قطعه ایست آلومینیومی به ضخامت 15 میلیمتر که زیر کاربراتور روی مانیفولد هوا قرار دارد و با مجاری ریز محیطی خود هوای ارسالی توسط موتور پله‌ای را در مسیر عبور مخلوط ارسالی از کاربراتور تزریق می کند. موتور پله‌ای چیست؟ موتور پله‌ای موتوری است که با دریافت فرمان الکتریکی از ECU سوپاپ آن به صورت مرحله‌ای به عقب حرکت کرده و هوای میان گذر از سوپاپ که به صورت مخروطی است عبور می کند. محور موتور دارای پیچی است که با چرخش آن سوپاپ مخروطی از محل خود دور یا به آن نزدیک می شود. هرگاه موتور در جهت راست حرکت کند سوپاپ بسته شده و مجرای هوای میان گذر تنگ تر می شود و هرگاه موتور در جهت چپ به چرخد مجرا باز شده و هوای زیادتری وارد موتور می شود. موتور پله‌ای با دریافت فرمان از ECU آنقدر مجرای میان گذر را باز نگه می دارد تا نسبت مخلوط سوخت با لاندا بزرگتر از 0.97 و کوچکتر از 1.03 یعنی در حدود نسبت احتراق استوکیومتریک تنظیم شود. موتور پله‌ای دارای 150 مرحله و ارزش هر مرحله 0.04 میلیمتر است. طرز کار موتور پله‌ای. موتور پله‌ای دارای 4 سیم پیچ است که روی 2 استاتور پیچیده شده است. روی استاتور اول سیم پیچ های A1 و A2 و روی استاتور دوم سیم پیچ های B1 و B2 پیچیده شدند. کاتالیست سه‌راهه چیست؟ کاتالیست مبدلی است از بدنی فولادی و به صورت سلول پوشیده شده از فلزات گرانبها مانند پلاتین برای عمل اکسیداسیون و رودیوم برای عمل احیا کردن خروجی اگزوز. وظیفه پوشش پلاتین و رودیوم در کاتالیست چیست؟ پلاتین موجود در کاتالیست عمل اکسیداسیون CO و H3 دود خروجی اگزوز را به عهده دارد. 5 گرم از فلز پلاتین به صورت گسترده در سطح کاتالیست در دمای 500 درجه سانتیگراد باعث کاستن انرژی پیوند مولکولی اکسیژن
در سی او و های سه می شود و برای همین سی او تبدیل به سی او دو و های سه تبدیل به هاش دو او می گردد که البته رودیوم سطح کاتالیست در عمل احیا ان او ایکس و تبدیل آن به ان دو اکسیژن اضافی را به سه او می دهد. لازم به ذکر است کاتالیست در دمای 500 درجه سانتیگراد دارای کارایی حد اکثر بوده و در 250 درجه سانتیگراد کار آن با راندمان 50% شروع می شود. در صورتی که بنزین سربدار داخل باک ماشین ریخته شود، عملاً باعث خرابی کاتالیست می گردند. سنسور آب چیست؟ این سنسور از نوع NTC بوده که دمای آب موتور را به ECU گزارش می دهد. شروع مدار بسته به دمای آب است. تا موقعی که دمای آب به 80 درجه سانتیگراد نرسیده باشد، سوخت غلیظتری به موتور ارسال می شود. با گرم شدن آب، افت ولت در مدار الکتریکی سنسور آب سیستم میل. لامپ اخطار قرمز رنگی روی داشبورد نصب شده که در هنگام خرابی سیستم روشن می شود. این لامپ در ابتدای کار موتور روشن شده و به طور خودکار با روشن ماندن موتور خاموش می گردن. وقتی عیب در مدار ایجاد شود روشن می شود. قدرت لامپ 5 وات است. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.